وظیفه وحید رحیمی حفظ قانون بود اما کشورش به بیقانونی فرو رفت پس از فراغت از دانشگاه قاضی و تبدیل به دشمنی برای شورشیان تندرا و خشنی شد که حالا افغانستان را اداره می کنند. منابع امنیتی به ما گفتند که افراد طالبان و بسیاری از توریست ها به دنبال قاضی ها و سارانوال ها هستند و ما دیدیم که به آنها حمله شد. بسیاریشان را بوده شد و کشته شدند. حالا که اینجا هستم احساس امنیت میکنم. اما قلبم برای کشورم و مردمش می وحیده اینجا تنها نیست. فهیمه هم با اوست. و ای هم قاضی بود. آنها با هم تحصیل کردند و در این اقامتگاه موقت در آلمان دوباره یکجا شدند. آنها با حمایت یک شبکه جهانی وکلا از دست طالبان فرار کردند که برای کرایه یک هواپیما کمک مالی جمع باری کرد و به 390 قاضی و خانواده هایشان کمک کرد تا از افغانستان فرار کنند. طالبان حتی قبل از تسلط بر افغانستان قوه قضایی را هدف قرار می دادند. قاضیان زن را در خیابان ترور و محاکم را بمب گذاری می کردند. فهیمه روزی را به یاد می آورد که طالبان هزاران مجرم زندانی را آزاد کردند. اضافه شده بودن با محکمه رفته بودن میز و چوکی تمام وسایل محکمه را از بین برده بودن و بر رئیس ما که خودش یک طبقه است طبقه ذکر بود که زنگ زده بودن و گفته بودن که حال باز حال زندگی که میتونن یعنی از گیر ما در حال حاضر شماری از این قضات زن افغان در یک قرارگاه نظامی سابق که توسط سربازان روسی در طول جنگ سرد استفاده می شد ساکن شدند. اما بیش از 90 نفر از همکاران آنان هنوز در افغانستان گیر ماندند. آنها بسیار نگران هستند و تلاش می کنند تا فرصت پیدا شود که از افغانستان تخلیه شوند. زنان قاضی افغان که تخلیه شدهاند در انتظار اسکان در جایی هستند که فرزندانشان بتوانند مکتب بروند و خودشان کار پیدا کنند. اما این را هم رد نمی کنند که ممکن است زمانی دوباره به وطنشان بازگردند. امیدوارم معجزها اتفاق بیفتد و این وضع تغییر کند آن وقت من به عنوان یک قاضی زن با افتخار به با کشورم باز خواهم گشت و از بودن در آنجا لذت خواهم برد زیرا کشور من است من با آنجا تعلق دارم دوستش دارم بچههایم آن را دوست دارند این یک رویا است نه فقط برای خودم بلکه برای همه ما همه ما رویای این را داریم که یک روز برگردیم آنها نیز مانند کشورشان افغانستان با آینده ای مبهم روبرو هستند اما برخلاف وطنشان حالا می